بیستم شعبان المعظم سال روز در گذشت عالم نویسنده و واعظ برجسته شیعه مرحوم سید محمد موسوی شیرازی مشهور به سلطان الواعظین شیرازی صاحب کتاب شبهای پیشاور در دفاع از حریم تشیع است به گزارش همکارم علی اکبری درباره زندگی و آثار آن مرحوم توجه فرمایید مرحوم سید محمد موسوی شیرازی مشهور به سلطان الواعزین شیرازی از نویسندگان و وعاز شیعه فعال در زمینه تبیین معارف اهل بیت علیه مسلم در سال 1275 شمسی در تهران متولد شد. پدرش سید علی اکبر معروف به اشرف الوایزین بود و نصب آن مرحوم با 25 واسطه به امام موسی کاظم علیه السلام می رسید. آن مرحوم تحصیلات مقدماتی خود را در مدرسه پامنار تهران گذران و در سال 1286 شمسی به همراه پدرش به شهر مقدس کربلا رفت و پس از مدتی به قوم مهاجرت کرد. و در درس مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری شرکت نمود. سلطان الواعظین از برخی علما و مراجع اجازه اجتهاد و اجازه نقل روایت داشته است. برخی از این افراد عبارتند از آیات ازام شیخ عبدالکریم حائری، مرعشی نجفی، شیخ عبدالله مامقانی، سید ابوالقاسم طباطبایی قروی و آغازی های عراقی آن مرحوم ضمن سفر به کشورهای مختلف از جمله هندوستان، مصر، اردن و فلسطین در مناظرت با علمای ادیان و مذاهب مختلف شرکت می کرد. در جلسه مناظره او با برهمایان گاندی رهبر سیاسی معنوی هند نیز حضور داشت. حافظه قوی، دانش فراگیر حوصله صبوری تحمل مخالف و حاضر جوابی و تسلط به مبانی فقهی روایی تاریخی و کلامی شیعه از آن مرحوم شخصیتی برجسته ساخته بود که می توانست در مناظرات بر مخالفان خود فائق آمده و در زمان ای که رسانه ها و فناوری ضبط و ثبت آن مناظرات فراهم نبوده بعدا آن مهاجه ها و گفتگوها را به صورت مکتوب انتشار دهد. مهمترین نمونه این مناظرات در کتاب شبهای پیشاور گردآوری شده است این کتاب یکی از مهمترین آثار فارسی در دفاع مستدل از مبانی مذهب حقه تشیع است که حاوی مناظرات سلطان الواعظین شیرازی با علمای اهل تسنن پاکستان می باشد. این مناظرات در ده شب در شهر پیشاور پاکستان در سال 1305 شمسی و در منزل میرزا یعقوب علی خان قزل باش از رجال مهم وقت پاکستان تشکیل شد و در پی این مناظرات و در پایان شب آخر ششتن از علما و بزرگان اصناف و تجار اهل تسنن پاکستان مذهب شیعه را برگزیدند از دیگر آثار مکتوب آن مرحوم صد مقاله سلطانی و گروه رستگاران یا فرقه ناجی است تلاش های آن مرحوم به ویژه در مناظرات با اهل تسنن فصلی از گشاده روی و استدلالگرایی و منطق گفتگو محور علمای شیعه برای دفاع از مبانی و معارف اهل بیت علیه مسلم را گشود سلطان الواعزین در سال 1350 شمسی برابر با 20 شعبان المعظم 1391 قمری در تهران درگذشت و در قبرستان ابو حسین قوم به خاک سپرده شد. علی اکبری اخبار شیعه